شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم استوارم، من درخت امید وطن، بچه ی کارم گمنامم، پینه ی دست رویام، فصل اتحاد کردانم، خون ندام سلطانم، خشکی قلب ی دریا کم، بال بریده ی پروازم، سیری ی صورت سربازم، تیره تو سینه ی اهوازم، فخر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شمام، قاضی ی وطن، عدل انتهام، برزخ خودم، وحشت شمام، سرباز حقم، مرگ افتخار، من خروش ی خشمم، غیظم، ریزش ی صدم، سیلم، از درون ی رنگم، طفلم، لطیف مثل مرگم، شعرم، ای بل بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراریم، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش، میسازمش تو این خاک ریشم، بمیرم هم رو ورق زاده میشم، منم تعبیر کابوس خواب این شهر، زنجیر ظلم میشه پاره بیشه، من قطره سرخ تو چشماتم، اشک مادرای داغ دارم، خونابه خوزستانم، بنزینم شعله آبانم، اختار کشتار بعد وضعیت، گلوله شلیک تو سر جمعیت، من خون زیر پوتینم، خورشت ابینم با طعم کریزک، کلی خط رو بدن، همو قربانی با سر تو لجن، زخم تو کمر، وقت تو سرم، همونی هم کر، وقت پر زد، در وقت حرف زد، سیستمت مورفین زد تو رگم، دوختن هی نخ رو لبم، دود که سوختم مثل جنگل و زاگرس، قانونت فوت کرد، از تک تک خونا که ریختی و خوردی، گذشته یه دریا آب از سرم، میسوزم تو این جهنم، ولی میزنم بیرون خاکستر، من جاودانم تو این چرخ تکرار، ساده جنگم به دست اجبار، پشت اتحاد تو صورت ظلمم، شمال و جنوب تا قلب تهران، پایبند به خاک و عهد و پیمان، امید به یأسم تو بطن زندان، سرود دردم، غروب تلخم، روشنگرم روی سطح کیهان، غیظم بمبم، مینه زیر پا، تلخی و خشمم با رخ بی‌نقاب، فریاد یه نسل غرق زیر آب، کینه کهنم از عمق سینه‌ها، ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و باهاتون فراری، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش، شعلم زاده ی شلیک خودته، ما شهرم نیزارم، من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم، یادار که مرگ نسیانم، جای این خط‌کشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی، یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟
هم به جناب دکتر کیانزاد عزیز و جناب پویا بهرامی نازنین درود بر شما یاران دیرینه و پرتلاش، همچنین به هممیهنان درون‌مرز و برون‌مرز که به این برنامه توجه میکنند و زندانیان سیاسی که در سیاه‌چال‌های رژیم زیر شکنجه جان میدهند درودهای گرم دارم. امروز با یادی از جاوید نامان، اونهایی که جانشون رو در راه نجات ایران کف دست گذاشتند، جلوی دیر رفتند و با تیرهای جانسوز عمار رژیم کشته شدند، گفتگوی سیاسی این هفته رو آغاز میکنیم. رژیم اشغالگران ایرانی با حکومت نظامی و سرکوب وحشیانه گردهمایی کشاورزان و مردم اصفهان رو تا حدودی جلوشو گرفت، ولی از خشم مردم نتونست بکاهه و آتش این خشم آماده شعله‌ور شدن. در این میان آموزگاران استانهای ایران در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی، پایین بودن حقوق و مشکلاتی که برای اونها به وجود میاد از هر جهت به اعتراض پرداخت. آموزگاران در اعتراضها تراکت هایی با همراه داشتند که روی اون شعارهایی نوشته بود، مانند اینکه معلم به پا خیز برای رفع تبعیض، تحقیر معلم تحقیر نسل هاست، اعتصاب تجمع تشکل حق مسلم ماست، اجرای کامل رتبه بندی و همسانی سازی حق مسلم ماست، آزادی معلمان زندانی، معلمان بیدار است از تبعیض بیزار است. جنبش اعتراضی آموزگاران هنوز هم ادامه داره و در واقع سالها بود که این جریان ادامه داشت و اکنون با همبستگی آموزگارانی که شاغل هستند و بازنشسته ها شکل جدیدی به خودش گرفت. خواسته های آموزگاران همون است که دیگر گروه های اجتماعی هم از کارگران، پرستاران و کارمندان هم خواهان اون هستند. معلمین با پافشاری و پیگیری آماده بودن برای پرداخت هزینه ها حاکمیت رو وادار کردن که به خواسته های اونها جواب مثبت بده و رتبندی قانونی برای اونها اجرا کنه. پیروزی با این روش هوشمندانه و همبسته به طور درخشانی نمودار شد. اونچه که حاکمان دوست و سرکوبگر و حقوق خشونتگرا رو مجبور به عقب نشینی کرد، نیروی فشار مبارزه همبسته و سازمان یافته کارورزان فرهنگی بود که در بیش از 200 شهر کشور به میدان مبارزه آمده بودند و نشون دادند که نیروی همبسته مردم بالاترین نیروهاست. خب این شیوه ایست که بارها در مورد صحبت شده که برپا خواستن همبسته نیروها در تمام شهرهای بزرگ ایران میتونه این رژیم رو کاملا به عقب برونه و براندازی رو انجام بده. من در این رابطه از جناب دکتر کیانزاد خواهش میکنم که ایشون میکروفون رو در اختیار میگیرن و نظریاتشون رو در این مورد اعلام کنن، اونچون که واقعا مردم ایران برای آزادی و نجات ایران باید انجام بدن. آقای دکتر بفهمید. بله، با درود بر شما همرزم گرامی دکتر آبار عزیز و پویای عزیز، درود بر همیهنان عزیزمون در درون و برون از ایران زمین. به دنبال سخنان شما در رابطه با جنبش آزادی خواهی ملت ایران و از جمله آموزگاران و یا بگوییم خودشون در تظاهراتشون از معلمان سخن به میان می آورند، ولی ما
سر در پی این داریم و خب این دهه های از تاریخ باید بگوییم که با رنسانسی که دگرگونی که در جامعه ایران انجام گرفت، به ویژه به دست رضا شاه که دیگر اون دوران مکتب خانه های آخوندها که قرآن رو به بچه های مردم درس می دادند تمام شد. البته بگوییم پیش از اون به همت امیرکبیر دارالفنون پایگذاری شد، به وجود آمد و مدارس دیگر از جمله مدرسه مروی و اما به گونه گسترده خودش برای دختران و پسران این سرزمین میلیون ها مدارس در سرتاسر میهنمون به وجود آمد و باید بگویید فرزندان این ملت مورد آموزش و پرورش درستی که باید قرار بگیرن. این دوران رو پشت سر گذاردیم و اکنون به درستی آموزگاران خب هنگامی که می آیند و می گویند ما چون در این رابطه بودند کسانی که انتقاد کردند که اینها به دنبال اضافه حقوق هستند و بگوییم که خواستای خودشون، اما یه چنین بگوییم که سخنی به هیچ وجه درست نبوده و به ویژه در این تظاهراتی که جناب دکتر آبار ازش سخن به میان آوردند، آقای رضایی یکی از این نمایندگان به درستی و خیلی روشن و صریح بیان می‌داره که سخن از فقر و رنج جامعه ایران سخن به میان می‌آوره و می‌گوید که ما صدای جامعه هستیم. درسته، اون جامعه‌ای که به دور از آموزش و پرورش بمانه، اون جامعه‌ای که درصد بی‌سوادانش بالا باشه، که بویژه در دوران پهلوی ها به این مسئله پرداخته شد، از دوران سیاه قاجاریه مکتب خانه ها که آخوندها همه چیزی رو در دست خودشون داشتند و مانیپوله می کردن، دست اندازی کرده بودند. خب این به گونه پیش رفت که جامعه آموزش و پرورش کشور و خردگرایی و اندیشه بری و آموزش در سطح گسترده ای به گونه ای در واقع پیشرفت بکنه که بویژه این دانشگاه های ما که در آن دوران به وجود آمدن، بویژه دانشگاه تهران، خب این یکی از بگوییم که کنش های افتخار آفرین رضا شاه بود که آمد و دیپلمایی که نمره های خوب داشتن به خارج فرستاد، به ویژه به فرانسه. یکی از اونها همین آقای بازرگان بود و بسیاری دیگر. بنابراین خب همه این کوشش ها برای همین بود. من در این روزها شنیدم که سخن از رضا شاه که به میان آمده در یک گفت شنود هایی، سخن از این به میان میاد که ایشان که به اصطلاح برخوردار از بگوییم که سواد درستی نبودند. اما بایست که به یک چنین روشن فکرانی که این چنین سخن میگویند گفته بشه. بودند یک چنین شخصیت های میهندوست و میهنپرستی که میدانستند کجا باید سر در پی اصلاح جامعه داشته باشند، آموزش و پرورش، و این رو رضا شاه درک کرده بود و فهمیده بود و پیش برد. فرزندان این کشور، پسران در لباس کازرونی و دختران این کشور عرشبت در اون پارچه‌ای که در واقع همون رنگ خاکستری کازرونی رو داشت. بنابراین کاملا روشنه که این جنبش، یعنی جنبش آموزگاران معلمان،
این جنبش خاموش شدنی نیست و من میگویم و باور بر این دارم که این امکان وجود داره که جنبش آموزگاران بتوانه جنبش های آزادی خانه مردم ایران رو رهبری بکنه، دیگران رو تشویق به این بکنه که همراه بشوند، که این چنین خواهد شد. سخن از زاینده رود و زحمتکشان ملت ایران به میان آورد. دهقانان نخر خاموش نگشته و نخواهد گشت. اما خیلی ساده این رژیم رمق و توان جسمی و روحی رو در این 43 سال گذشته از مردم گرفته و شکی درش نیست که بایستی که ترمیم انرژی بکنند، اما در میدان هستند. خب ما ببینیم که این زنان و مردان و به ویژه زنان این کشور با چه دلیری و توانمندی در ایستگاه‌های عرض شود که اتوبوس و دیگر ایستگاه‌هایی که هستند با این ملاها که روبرو میشن چگونه رک و روشن حرفشون رو میزنند. دیگر اون دوران تمام شد که با سرکوب در جامعه ترس رو چیره کرده بودند بر سرنوشت مردم. دیگر ترسی وجود نداره، ترسی از رهبر معظم سید علی خامنه‌ای، این مردی که نابخرد خائن، کسی نداره. این دوران شکی درش نیست، کم کم به پایان خواهد رسید. خیزش مردمی گسترده ملت ایران به گونه میلیونی شکی درش نیست که در واقع در راه و خاموش شدنی نیست. زندگی بازنشستگان یک سندی است که ننگ و دروغ حاکمیت را برملا می سازد. ما سال هاست فقط از شما دروغ شنیدیم. دروغ قوت غالب شماست. چندی پیش نوچه های قدرت، کیهان شریعت مداری، روزنامه جوان، مشرق نیوز و دیگر نوچه های قدرت جولان دادند، شورای هماهنگی را زیر سوال بردند. میخواهم به این نوچه ها و دست پرورده های قدرت بگویم، اگر شما جناب شریعت مداری توانایی زیستن یک ماه مثل بازنشستگان داشته باشید، ما خیابان را رها میکنیم. ما خیابان را انتخاب کرده ایم چون شما دروغ میگویید. دولت ایران جزو ثروتمندترین دولت‌های جهان است، اما ایرانی فقیر است. این سیاست‌های اقتصادی شما ملت را به فقر و فلاکت نشانده است. ما صدای خودمان نیستیم، ما معلمان صدای این جامعه هستیم. ما برای فقر خودمان نمی نالیم. ما دانش آموزانی داریم،
ما ملتی داریم که از فرط فقر زندگیشون بسیار بسیار وحشتناک است. ما سکوت نمی کنیم. این پندار برای شما پیش نیاید که معلمان فقط برای افزایش حقوق خود تجمع می کنند. چنین نیست. آقایان کیهان، آقایان روزنامه جوان، مشرق نیوز، میدانیم آبشخور شما کجاست. شما از کجا میخورید؟ شما هم زندگی های لاکچری را دارید و میخواهید فقر را بر ما تحمیل کنید. ما نمیگذاریم. ما ساکت نمینشیم. شما با این دروغ بزرگ که بودجه نداریم سالهای سال است به ما دروغ میگویید. ما معلمیم. ما میفهمیم خروجی این همه ثروت به کجا میرود. شما بارها گفتید شما از تمامی ایران ثروت ساخته اید، از نفت ثروت ساخته اید، از کوه ثروت ساخته اید، از جنگل ثروت ساخته اید، از نخل ثروت ساخته اید، از اعتیاد ثروت انباشته اید، از تن فروشی ثروت انباشته اید. اما آنچه نصیب ما شد فقر و فلاکت بوده. این ناجوان مردی است. این اوج دروغ و رسالت است. معلم آزاده حمایتت می کنیم. معلم آزاده حمایتت می کنیم. علی، یه سخن از این روشن‌تر نمیتونه باشه. و بنابراین این جنبش و ما برونمرزیان باید گفته بشه که راهی دیگری وجود نداره، که همه توان خودمون رو میبایستی در راستای پشتیبانی از جنبش به هر صورت خودش و از سوی هر گروه و ببینیم کیفی از جامعه که برقرار میشه باید پشتیبانی بکنیم. یه اشاره دیگری من دارم که بسیار مهم جناب دکتر آوار، و اون در رابطه نمیدونم این سخنان جدید کوتاه ظریف رو وزیر امور خارجه رو شنیده اید یا نه. خب این در رابطه با برجام میگه که خیلی ساده اینجا هست، خیلی هم کوتاهه، ولی مهمه، بسیار مهمه که بر این ملت چه میگذره و چه بر این ملت گذشته. و وزیر امور خارجه که جریان برجام رو به دنبالش بود و به سرانجام رساند، سخن از این به میان می آوره که بله این سخنان رو گوش کنید. حمله به سفارت عربستان به نظر من خیانت بود. از روزی که برجام نهایی شد، یعنی از 14 ژوئیه 2015 یا 1394 مرداد 94، 23 تیر 94 تا روزی که برجام اجرایی شد، یعنی 16 ژانویه 2016 یا 26 دی 94، حدود 6 ماه. شما فقط کافیه اتفاقاتی که در این 6 ماه افتاده یه مرور بکنید. فقط کافیه مرور بکنید. آخرینش حمله به سفارت سعودی و گرفتن دو کشتی آمریکایی بود.
ولی اولینش اونا نبود. اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود. اون سفر تحت کنترل شما نبود؟ خیر. اون سفر به اراده روسیه شکل گرفت. خب نه به اراده روسیه ما. نباید از طریق وزارت خارجه به سردار سلیمانی. وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه. تو حرف بسیار سنگینی میزنی. حرف بسیار سنگینی میزنه. خب شما ببینید در واقع همون چیزایی است که ما ببینید در این ماهای گذشته بهش اشاره کردیم و ببینید من خودم سخنم این بود که سیدعلی خامنه‌ای دستور از پوتین میگیره و روسیه در واقع پاشو وارد کشور کرده در این سالهای گذشته و هر غلطی که دلش میخواد میکنه دیگه، از این صریح‌تر نمیشه. ظریف وزیر امور خارجه دقیقا میگه سلیمانی بلند میشه میره، یعنی خیلی ساده بهش میگویند که بلند شو بیا و میره اونجا صحبت میکنه و بعدش این رویدادها پیش میاد. بله هیچ شکی وجود نداره که در سپاه هستن سردارانی که دستور میگیرند از روسیه. خود سیدعلی خامنه‌ای از پوتین هیچ شکی وجود نداره. اینا پای روسا رو به کشور ما باز کردن، کاری رو که در رژیم گذشته به ویژه با حزب خائن توده که روس‌ها به وجود آورده بودن، اتحاد جماهیر شوروی و ارشد فرقه دموکرات آذربایجان نتوانستند انجام بدهند، پس از انقلاب فاجعه آفرین و ننگین 57 توانستند پیادهش بکنند. خب یک کسانی آیای وجود دارند بیان پاسخ بدن به این وزیر امور خارجه باهوش سالهای دوران زمامداری حسن روحانی بیان پاسخ بدن که اینها دستور بگیر از مسکو هستند. و اون سلیمانی که خیلی ساده به درک فاصل شد، اونم باید گفت خائن، یکی خائنی بود. چرا؟ به خاطر اینکه در راستای دفاع از منافع و مسائل ملی کشور و تمامیت ارضی کشور در واقع کار نمی کرد، بلکه در راستای پیشبرد مزخرفات اسلام عزیز، اسلام عزیزشون نه کم نه زیاد، که خیلی ساده تمامیت و یک پارچگی میهن ما رو به خطر انداخته بود. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیل که آرام نمی‌نشیند، بلکه اونجا که موجودیتش مورد خطر قرار بگیره خودش دفاع میکنه و این دفاع چیزی جز این نیست که کشور ما مورد مخاطره تسلیحاتی قرار بگیره. سپاس. من تمام. سپاس از شما جناب دکتر کیانزاد از بیانات بسیار مهم و رسای شما. بله این گرفتاری بزرگی که ما با این رژیم داریم میتونه خیلی سریع خاتمه بگیره. این رژیم خیلی سریع میتونه سرنگون بشه، براندازی بشه. اما برای این کار ما میدونیم که یک جانشین سیاسی یا جایگزین شایسته برای این برکناری و برای این براندازی رژیم تبهکار اسلامی که به سرکردگی علی خامنه ای جنایتکار ده ها سال ملت ایران اسیر کرده، به عنوان کانون مبارزه لازمه. یعنی این کانون مبارزه رو ما هنوز نداریم. هنوز پراکندگی گروه ها مبارزین و عدم همبستگی و همگامی نگذاشته که ما بتونیم یک آلترناتیوی یا به فارسی بگیم جانشین یا جایگزینی برای این جمهوری کثیف تشکیل بدیم. خب البته که یک جایگزین یا یک جانشین باید برنامه و راهکار برای اداره مملکت هم داشته باشه، که هم داره. گروه های بسیاری هستن که این برنامه ها رو دارن ولی هنوز کنار همدیگه نشستن، هنوز همگام نشدن، هنوز این برنامه ها رو کنار همدیگه نگذاشتن که در واقع هماهنگ بشه بهترین رو انجام بدن. بنابراین ما تنها راهی که در پیش داریم
ایجاد یک چنین جایگزین یا جانشین است که هم از نظر درون مرز ایران اهمیت داره، همین که بر در برون مرز برای تماس با دولت‌های خارجی، برای اینکه ما بتونیم بگیم این رژیم رفتنیه، باید بره، ولی کن برای اون جانشینی وجود داره، جانشینی که بتونه اداره کنه ایران رو وجود داره و منافع شما هم حفظ خواهد شد، منافع شما در ایران به از بین نخواهد رفت، بلکه منافع فیما بین باید مورد توجه قرار بگیره و باید در به طرف توسط طرفین انجام برسه. البته ما میدونیم که گروهک‌های گاه گدار خودشون رو آلترناتیو اعلام کرد و خیلی زود هم فراموش شدن و به کنار رفتن، ولی که هنوز این عبرتی نشده برای بقیه که بدونن تنها آنها نیستن که میتونن بیان و بگن ما آلترناتیو هستیم، ما جانشین هستیم. این باید بین تمام گروه های ایرانی در برون مرز و در درون مرز وجود دارد. البته به علت جو امنیتی که در درون مرز وجود داره این امر باید پنهانی انجام بشه، باید کاملا بدون افشا شدن انجام بشه، چون ما میدونیم که رژیم و اون سیستم اطلاعاتی رژیم دنبال اینجور افراد میگرده و اونها رو خیلی سریع میتونه بازداشت بکنه، سربنیست بکنه. اما ما راه دیگه نداریم، باید این کار رو انجام بدیم، باید این همبستگی وجود بیاد بین درون مرز و برون مرز و باید این آلترناتیو یا جانشین تشکیل بشه، جانشینی که شایسته باشه برای اداره ایران. و ما داریم افراد شایسته در داخل ایران و در خارج ایران که اینها میتونن کشور ما رو اداره کنن بعد از براندازی، بعد از اینکه این جمهوری اسلامی برکنار شد. بنابراین راه ما الان این است که برای یک تشکیل جانشین تمام نیروی خودمون رو به کار بگیریم و در داخل ایران هم ما میدونیم همونطور که جناب دکتر کیانزاد هم در این مورد توضیح دادند، این رژیم در حال رفتنه. مردم 99% با این رژیم مخالفند، 99% میدونن که این رژیم جز تباهی، جز خرابی، جز نابودی برای ایران کار دیگری نمیکنه. اینها فقط و فقط جیب های خودشون رو پر کردن و جیب های رفقای خودشون رو، هوادارانشون، گروه های تروریستی که در برون مرز تشکیل دادن اونها رو حمایت میکنن، احتمالا باج میدن به کشورهایی که از اینها حمایت بکنن و اینها رو نگه دارن. ولی وقتی که مردم ایران اینها رو نمیخوان، وقتی که ملت ایران این رژیم رو نمیخواد، خامنه خائن رو نمیخواد، این دولت دزدش رو نمیخواد، این نماینده های در حقیقت خامنه ای رو نمیخوان، نماینده های مجلس که باید نماینده مردم باشن نماینده خامنه ای خائن هست. بنابراین این رژیم برکنار باید بشه و خواهد شد و برای اداره کشور ما جانشین لازمه. این جانشین باید تشکیل بشه. من در اینجا از جناب بویا بهرامی خواهش میکنم ایشون بیاناتشون رو در این رابطه ایراد کنند. بفرمایید جناب بهرامی، میکروفون در اختیار شماست. سپاسگزارم جناب دکتر آبار. درود میگم به شما، همینطور به سرور گرامیمون جناب دکتر کیانزاد، بیننده ها و شنونده های این برنامه که صدا و تصویر ما را از طریق رادیو براندازان، رادیو نارمک یا رادیو بیداری میشنوند و از طریق شبکه‌های اجتماعی احتمالاً میبینند. بله، من هم در ابتدا مایلم به این مصاحبه ظریف که در واقع به اسفند 99 مربوط میشه و همون گفتگوی بخش از اون گفتگوی 3 ساعته ظریف و لیلاس هستش که برای آرشیو تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی ضبط شده بود، ولی خب بهتر میدونیم که برای حذف ظریف جریان فشار از انتشار این مصاحبه توی اردیبهشت استفاده کرد تا بتونه کاری بکنه که صلاحیت ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری که هدفشون این بود که در اون رئیسی رو انتخاب بکنند و بیرون بیاورند تایید نشه و همون مصاحبه معروف به میدان و در واقع سیاست هستش که خیلی به قاسم سلیمانی تاخته بود.
اما پیش از این که من به صحبت هستم که در واقع فقط به موضوع معلمین و در انتها اگر فرصتی باشه در مورد بودجه عمومی سال آینده کشور حاد بود بپردازم، از شما و همینطور از بیننده هامون دعوت میکنم که دو ویدئوی کوتاه رو همراه با من ببینید و من برای ویدئوی نخستین پوزش میخوام که در اون شاید الفاظ نامناسبی به کار رفته باشه، ولی خب این فیلم از خوابگاه نیروهای پلیس سرکوبگر یا همون نیروهای ارزشی جمهوری اسلامی منتشر شده و با هم ببینیم تا بعد به موضوع معلمان برگردیم. دوستان عزیز، رزمندگان اسلام، امشب جا خوابیدیم، بعد از صبح ایشالا عملیات داریم، همه کشو همه دورم سرکوبگر رو برو آج آقا، یکی گوست در همه با خودنه سرکوز یکیه یه حتی گوست در این بار با خودنه یکی گوست در محصول بدو از همه گوست در من معلمو اگه خفه کنی یعنی بچه های این مردم رو زندگه بور کردی اما اون کسی که بالاست باید حرف منو بفهمه. چرا معلم زندانی میشه اما اون اختلاس کرد فرار میکنه فرارش میدهن میره؟ یکی از همین به لباس شخصی ها همه الان من بگردم تو ده پیدا میکنم من گوه خوردم با هوا هستانم بابا اگه دوره نیستیه برو اختلاس کرده بگم بگیم من معلم چیزی ندارم هیچی ندارم شرف داری. بله، واقعیت این هستش که هر کدام از ما در هر سن و سالی و در هر پست و مقام و شخصیت اجتماعی و سیاسی که باشیم به جز خانواده و پدر مادر خود، به نظر من به شخصه پیش از همه به آموزگاران و معلمان خود مدیون هستیم که ما را در 12 سال دوره تا دیپلم و پس از اون در دانشگاه ها به ما آموزش دادن، تربیتمون کردن و راه و رسم زندگی کردن رو تلاش کردن که به ما بیاموزن. بسیاری از ما توانستیم این آموزه ها رو به کار بگیریم و به کار بستیم و برخی هم هستن مثل همین نیروهای ضربت و پلیس ضد شورش جمهوری اسلامی، علی‌رغم تمام تلاش ها و آموزش هایی که معلم ها سعی کردن بهشون بدن، در همون ذات خبیث خودشون باقی موندن و تغییری نکردن. معلم ها هم همچون کارگران، کشاورزان، مثل تمام مردم ایران قش زحمت کشی هستند که تحت ظلم و ستم 43 ساله این جمهوری اسلامی قرار گرفتن و آنها هم با آمدن به خیابان دارن تلاش میکنن که به دیگران بیاموزن که حق را باید گرفت و حق دادنی نیستش. سخنی که من دارم روی سخنم در واقع با مردم عادی، من هم میهنان خودم هستش، با خواهران و برادران من که در هر کجای میهن زندگی میکنن و شاید من خیلی از اونها رو نشناسم. اکنون در این شرایط و در این زمان سکوت کردن، تماشاگر بودن و نظاره کردن، یعنی دست در دست نیروهای ضد شورش گذاشتن، یعنی دست در دست رژیم سرکوبگر گذاشتن، یعنی همکاری کردن با رژیم سرکوبگر برای خفه کردن ندای آزادی، برای از بین بردن عدالت. اگر که واقعا زمانی باشه که کار درستی باید انجام بشه، اون زمان اکنون هستش که معلم های ما برای خواسته های به حق خودشون توی خیابون ها اومدن و الان زمانی هستش که مردم ما باید انتخاب کنن که آیا میخوان طرف جمهوری اسلامی، تاریکی، تباهی، ظلم و بیداد باقی بمونند یا اینکه میخوان طرف درست تاریخ و روشنایی بیستند و نام خودشون رو به عنوان انسانهای آزادی خواه و آزادی جو در تاریخ ایران ثبت بکنند. فراموش نکنیم که هر گونه سکوت و بیتفاوتی ما مهر تاییدی گذاشتن بر رفتار جمهوری اسلامی و
حمایت کردن از قتل عام و سرکوب و کشتار توسط جمهوری اسلامی هستش و این اون نکته هستش که تمام مردم که صدای من رو میشنون باید به اون فکر بکنن و باید با وجدان خودشون رو راست باشن و تصمیم رو بگیرن، چون فرصت زیادی نداریم و شاید که تمام عمر یک تصمیم اشتباه باعث افسوس خوردنشون بشه. اما نکته آخری که من به اون میخوام بپردازم بحث بودجه عمومی سال آینده هستش که با اون مراسم خیلی پوزش میخوام مسخره بازی که ما شاهدش بودیم در مجلس تحویل ریاست مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، نه مجلس شورای اسلامی، دیگه الان سپاه پاسداران هستن. و در این بودجه ما میبینیم که دولت یک رویاهایی برای خودش ترسیم کرده و درآمدهای غیر قابل پیشبینی، غیر قابل دستیابی رو برای خودش از طرف نفت پیشبینی کرده و یکی از این درآمدها در واقع صادرات روزانه 1,200,000 بشکه نفت هستش، در صورتی که ما اخباری که ما به قولی دنبال میکنیم و مورد مطالعه قرار میدیم در بهترین وضعیت روزانه 350,000 تا 375,000 بشکه نفت از ایران صادر میشه و با توجه به تأسیسات فرسوده و در واقع تکنولوژی قدیمی که جمهوری اسلامی در اختیار داره که اون هم به خاطر تحریم هایی که خودش مسببش بوده که به وجود بیاد، روزانه ما به حدود 1,000,000 بشکه نفت نیاز داریم برای اینکه هزینه های تولید نفتمون در واقع صفر بشه، یعنی هزینه با درآمد برابر بشه. اگر روزی بیش از 1,000,000 بشکه نفت ما بتونیم صادر بکنیم، اون موقع این درآمد سودده هستش و قابل در واقع برداشت هست به عنوان سود. اینها روزانه 1,250,000 بشکه نفت رو پیش بینی کردن که بفروشند و در واقع در این برنامه تمام پول رو هم میخوان بردارن و با توجه به این تکنولوژی که ما در اختیار داریم و این شیوه استحصال نفتی که در پیش گرفتن، اینا نزدیک به 50 تا 55% ذخایر نفتی ایران رو میتونن برداشت بکنن و بین 45 تا 50% باقی مانده پرت میشه، از بین میره و غیر قابل استحصال میشه. این یک نکته هستش که ما باید به اون فکر بکنیم. و نکته دوم هم این هستش که شاید نفت در بهترین وضعیت بین 20 تا 30 سال آینده بازار داشته باشه و مشتری داشته باشه و ما داریم میبینیم که مصرف کننده های عظیم نفت، به ویژه من چین رو در اینجا مثال میزنم، به شدت دارن به سمت انرژی های پاک و همینطور انرژی های تجدیدپذیر روی میارن و همچنان که میبینیم بازار نفت و تقاضا برای نفت سال به سال داره کوچک و کوچکتر میشه. پس اگر که ما بخوایم تکیه کنیم که جمهوری اسلامی رو بالاخره یک روزی کنار میزنیم و با کمک درآمدهای نفتی میتونیم خسارتهایی رو که به جمهوری اسلامی به ایران ما وارد کرده جبران بکنیم، کمی خوشگلی هستش و باید که در این راه بیشتر تلاش کرد. نکته آخر رو هم که من باید به اون اضافه بکنم، ببخشید وقت شما را میگیرم، برنامه هستش که در بودجه سال آینده پیش بینی شده اما در جزیره کیش به صورت آزمایشی در واقع شروع به کار کرده و اون برنامه نفت برای همه هستش که در این برنامه برای به ازای هر کد ملی، یعنی به ازای هر رأس، هر سر ایرانی، هر تن ایرانی، دولت ماهیانه 20 لیتر بنزین رو با نرخ 1500 تومانی در واقع عرضه میکنه و پس از اون هر چقدر دیگه بنزین نیاز باشه با قیمت فوق خلیج فارس یا همون میانگین قیمت سوخت در منطقه خلیج فارس محاسبه میکنه که این قیمت ها روزانه هستش، متغیره، ولی در حال حاضر میانگینش 22,000 تومان یا 220,000 ریال برای هر لیتر سوخت هستش و به شیوه رذیلانه و کثیفانه در واقع اینها هم مالیات رو در حدود 70% افزایش دادن، هم اینکه قیمت سوخت رو بیش از 14 برابر کردن. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. میکروفون رو تقدیم میکنم. منم سپاسگزارم از شما جناب بهرامی، سپاسگزاری میکنم از جناب دکتر کیانزاد که امروز در خدمت شما بودیم و این گفتگوی سیاسی هفته رو روز کریسمس در حقیقت انجام دادیم. اینجا من درود میگم و شادباش میگم، شادباش کریسمس میگم
به هممیهنان مسیحی در ایران و در تمام جهان. ما میدونیم که با این کثافتکاری هایی که جمهوری اسلامی میکنه و کرده، تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها از دین اسلام به دین مسیح گرویدن و مسیحی شدن. به هر صورت این آزادی است که هر انسانی به اون دسترسی داره و میتونه عقیده خودش رو یا میتونه دین خودش رو یا مذهب خودش رو انتخاب بکنه و بنابراین باید اون رو در حقیقت محترم شمرد. و به این دلیل ما دنبال یک حکومت، یک حاکمیت مردمی هستیم، حاکمیت پارلمانی مردمی بدون دخالت دین و مذهب، که مردم بتونند واقعا اونچه که به نظرشون درست میاد انجام بدن و خواسته‌های خودشون رو انجام برسونن. البته بدون اینکه صدمه‌ای به افراد دیگر برسه، بدون اینکه ضرری به دیگر هممیهنانشون برسونن. من سپاسگزاری میکنم دوباره از جناب دکتر کیانزاد و جناب بهرامی و تا هفته آینده بدرود میگم و همچنین بدرود به بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه ها. کجای این خط‌کشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟ یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ کنگره رهایی ایران پس از ماها تلاش همبندان خود، اینک که فعالانه برای تحقق هدف و مأموریت‌های خود گام در سپهر سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌نهد، برای آگاهی هممیهنان و افکار عمومی جهان به طور اختصار کنگره را معرفی می‌نماید. در دوران و قرن تکنولوژی، بدون یک ساختار مدرن و پیشرفته و دموکراتیک که بتوان با آن تکیه کرد، بدون اینکه شایسته ترین ها و مسئول ترین ها را در جایگاه درست قرار دهیم، بدون اینکه با اندیشه های گوناگون تفاهم داشته باشیم،
مبارزات بدون خشونت و به نتیجه رساندن پروژه‌های نافرمانی مدنی امکان پذیر نمی‌باشد. با سیاست‌گذاری صحیح و مدیریت پیشرفته همراه با هم‌آوایی و همصدایی، ما آن توانایی لازم را خواهیم داشت که از نظام مافیای ولایی جمهوری اسلامی به آسانی عبور کنیم. برای به دست آوردن پیروزی بر علیه نظامی مافیایی ولایی، ما ناگزیر هستیم از روش‌های آرمانی، از شیوه‌ها یا از منش‌های قبیله‌ای گذر کنیم. تلاش ما این بوده که یک شاخصه‌های تشکیلاتی را در کنگره رهایی ایران ابداع کنیم که بتواند تفاهم‌ها و همکاری‌ها را در همه سطوح آن آشکارا توصیف کند. افرادی متعهد و مسئول که دل در گروه رهایی ایران دارند در کنگره گرد هم آیند و سایر احزاب سیاسی همسو به جای حذف افراد و کتمان حقایق سیاسی در کنار یکدیگر و با استقلال سازمانی برای اطلاع مبارزات درون و برون مرز همکاری نمایند. کنگره رهایی ایران برای همبستگی مبارزان برون مرز و مبارزان درون مرز و سازمان‌ها و احزاب همسو کوشش‌ها و تلاش‌های فراوان کرده است که با دقت بسیار ساختار عملیاتی مدرن و دموکراتیک را تهیه و تنظیم نماید. در ساختار کنگره دیدگاه‌ها، شاخصه‌ها، شرح وظایف بدون تداخل و شرایط احراز مسئولیت‌ها، چگونگی مدیریت و اختیارات و گردش کار آنچنان طراحی و پیش‌بینی شده است که قادر است پروژه گذار و دوران گذار شهروندان کشور را هدایت، کنترل و مدیریت نماید. نه تنها نمودار سازمانی کنگره رهایی ایران شیوه های دموکراتیک، خلاقیت، کارهای گروهی و شایسته سالاری را تعریف می کند، بلکه همکاری و همسویی را با سایر نهادها و احزاب سیاسی که با نقشه راه کنگره همسو و به آن باورمندند امکان پذیر ساخته و آنان را برای یک رهبری و مدیریت مستقل برای همکاری فرا می‌خواند و اکثر نهادها، سازمانها و احزاب سیاسی قادر خواهند بود که به طور دموکراتیک و یک پارچه در یک اتاق فکر جمع شوند. کنگره رهایی ایران از تداوم و میل به کهنه گزینی عبور کرده و به صورت علمی و تخصصی توسعه یافته و دارای نظم انضباطی سیستماتیک و مدرن ساختاری است. از مدیریت فرد سالاری گذر کرده و بهره گیری از دیدگاه های ژرف، عمیق و گوناگون را در همه سطوح تصمیم گیری تاکید نموده است. مقررات، دستورالعمل ها و روش های سازمانی کنگره یک خطی تدوین نشده و به عبارت دیگر مطلق گرا همچون آیه نازل شده نیست و خاصیت تبدیل یا تغییر در آن پیشبینی و به خوبی مشهود است. هموندانی که در کنگره گرد هم آمدند تعهد کردند که به عنوان یک فرزند آزادی خواه ایران آنچه در توان دارند با همه آنان که مهر میهن در دل دارند برای سرنگونی نظام مافیای ولایی همکاری نمایند و ایران را به شهروندان شریف ایران بسپارند. ما امیدواریم در این برهه زمانی که جمهوری اسلامی در تنگناهای سیاسی و اقتصادی زیادی قرار گرفته و برای بقای خود از ویرانی ایران و یا سرکوب هرچه بیشتر فریادهای اعتراضی هممیهنان ابایی ندارد، با پشتیبانی سازمانهای همسو و هممیهنان درون و برون مرز به آلترناتیوی برای سرنگونی این فرقه تبهکار بدر شده و قبل از بروز فاجعه‌های ملی و میهنی سرزمینمان را از اشغالگران مذهبی و اجنبی پس گرفته و نظامی دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر با حاکمیت ملت ایران برقرار کنیم. کنگره رهایی ایران مقدم شما هممیهن آزادیخواه و ایران دوست را که برای رهایی سرزمینمان از حاکمیت این فرقه تبهکار و اشغالگر تلاش می نماید گرامی می دارد. کنگره رهایی ایران. سرا دوست می‌دارم.
مرا بگیر و برخیز جای، بگذریم از این چاه ناکامی. بیشتر از 40 سال از فتادیم زپای، له شده یه فقریم و بدنامی. تفرقه با تهمت بی جا بسست، پخته شدیم رد شدیم از خامی. با هم بخونیم یک صدا هموطن، نه به جمهوری اسلامی، 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 نه به جمهوری اسلامی. یک کلام ما شبیم، به نام یک ملت آریایی، بگذریم از خرابی آباد شبیم. گرانی و بشار ران تو بیا، این از شعار رژیم مافیا. تبرم و بیکاری و اتیاد، اثر تو پاش این حکومت روسیه.